خب نزدیک میشیم به شروع اولین مسابقه، ببینیم که مسابقه چگونه آغاز خواهد شد. شیرعلی حیدری در برابر جاوید قریشی در کاتگوری وزنی 51 کیلوگرم. رسمان مسابقه چوک آغاز شد. پیشروی از یه شیرعلی حیدری کاو استفاده میشه از عربات خطرناک همزمان با اتومی حسی هر دو موتایکار. خودارم که شده مسابقه یه نفسگیری باشیم حتی خیلی خطرناک. همچنان نسیکم کارت اونبال میکنه هر دو موتایکار نقصه با تچیانک. زبیه خیلی عالی است یه جاوید قریشی استفاده شد با پا بازه تچیانگ برخورد نداره. نقصه پای هر دو موتایکار مشا چپ راست مدفعی خیلی خطرناک رد و بدل میشه. مترون بازه تچیانگ آرانج زبه میزنه و سراسویت همدیگر هر دو موتایکار و سمی کنه تو همچنان امتیاز بگن در رمده نخوص دو دقیقه تا ختم رمده بازم تشیانگ استفاده شخصی شیرعلی حیدری از ولایت بلخ. ورزشکاران زیادی از ولایت بلخ شرکت دارن در مسابقات امروزی همینطور از سایر ولایات و شمول پایتخت کابل. پایکی کمیسا خطرناک حالا مشت چپ همچنان کار در جوریان از برطابه که صورت میگیره از شیرعلی حیدری. ادامه مسابقه در راوند نخست یک دقیقه و 28 ثانیه تا پایان راوند اول. بازم میده تیک استفاده میشه از ضربات خیلی سریع از سوی حیدری. تحت فشار قرار داره حریف خودش را یک دقیقه تعادل شخصیت نکتی همون میشه و بازم کار در جریان هست. لوکک بازم تپ ترونگ ضربه خطرناک حالا تعادل خود از دست داد جاوید قریشی اما کارت اونبال میشه برای هر دو ورزشکار. اما شد چند یک حرکت عالی از سیه جاوید قریشی در حالت تدافعی هست اما کار میکنه روی زده حملات خودش. ببینید که این رام چگونه از سپری خواهد شد. آیا شاید ناکاوتی خواهیم بود در راوند نخست یا خیر؟ کمتر از 40 ثانیه تا پایان مسابقه. ببینیم که این هم چگونه سفری خواهد شد. پیشروی از سوی شیرعلی حیدری دوباره لوکیک آی که خیلی عالی مثلا ضربات رد و بدل میشه و تک داون شد جاوید قریشی. همچنان یک و دو صورت میگیر از سوی قریشی و خود ما در این لحظات ثانیه های پایانی راوند هست. در همین لحظه بل یا زنگ مسابقات اساس در آمد. پایان راوند اول راوند بسیار جذابی بود. سابقت در راوند دوم آغاز شد. بازم هر دو موتایکار رقابت را انفجاری آغاز میکنند و امیدوار هستیم که تا پایان شاید یک رقابت جذاب و دیدنی باشیم. اولین دور مسابقات کمربند قهرمانی فدراسیون افتخاری موتای حرفه‌ای پلیس ملی افغانستان تحت نام حمایت از صلح و آشتی ملی کار در شروع است. راوند دوم کاتگوری وزنی 51 کیلوگرم و تلاش برای هر دو موتایکار در مرکز رینگ ادامه داره. مثلا متای خیلی خطرناک حالا تچیانگ رفته با صورت میگیره و لنگ لذت تعادل خود از دست داد شیرعلی حیدری از ولایت بلخ. همچنان مسابقه پیگیری میشه. مشراسه نشان داد
جاوید قریشی از ولایت کابل از ولایت مختلف در این رقابت ها موزیکران نخبه شرکت دارند و ببینیم که بیشترین کمربند و عناوین کدام ولایت امروز از آن خود خواهد که در رقابت های حمایت از آشتی و صلح کار در جریان هست. رمز توفه مسابقه بازم لوکیک استفاده شد پیش روی از یه جافه نقضات بازم تپ ترونگ با کف باز اول میزنه به بدن حریف همچنان تلاش برای هر دو ورزشکار سوینگ پوزا یک ورزش تایلندی است و یکی از کامل ترین رشته های رسمی جهان به شمار میره قدمت بسیار تاریخی داره این ورزش و قطعا علاقمندان و متعه فعلا از سن مسابقات امروزی لذت میبرند یکی از پرطرفدارترین رشته های رسمی افغانستان هست ورزش موتایی پیشروی از سوی شیرعلی حیدری در فاز تهاجمی قرار گرفته حیدری ببینیم که ضربه را خواهد زد یا خیر حالا بازم تچیانگ لبخند بر لب داره شیرعلی حیدری پیشروی جاوید قریشی تچیانگ میدل کیک اصلاحات خاص خودش رو داره ورزش موتای همچنان کاو بازم موشه چرخشی استفاده میشه کاو میزنه به بدن حریف شیرعلی حیدری از بلنس بعد نهات تهاجمی قرار گرفته جاوید قریشی ثانیه های پایانی راوند دوم هست و بیاریم که بله در همین جا راوند دوم به پایان رسید از آقای نور محمد نوری خواهش میگم تا در مورد ورزش موتای و رشد این ورزش در افغانستان صحبت هایی داشته باشیم ورزش موتای یک ورزش سنتی کشور تایلند است که قدامت از این بالای 2300 سال برمیگرده و ورزش موتای شامل چهار اصلیه خدادادی است که شامل مشت، لگد، زانو و آرنج است که با بیننده های عزیز فعلا شاهد هستم که ورزش موتای تمام مبارزین ما همین لحظه روی از این چهار اصلی خدادادی استفاده میکنن و در سال 2007 اولین بار در کشور عزیز ما افغانستان توسط سید روح الله حسینی بنیانگذاری شد و این رشته در افغانستان آورده شد و فعلا مویتایکاران بسیار زیاد در افغانستان و جالبی است که خیلی از رشته های دیگه هم علاقمندی را به رشته ورزش مویتای دارن مخصوصا ام ام ای چون پایه ورزش ام ام ای هم میتونم بگویم که مویتای می باشه در مورد ام ام ای صحبت کردین همه یکی فای خیار هم در کنار من است و خیلی کوتاه میخوام باید صحبت کنم خوش آمدی ایار صاحب سلامت باشی هاشمی صاحب سلام با شما سلام با تمام بیننده تیر سپورت و یک سلام خاص به ماستر صاحب خوشحال و تشکری میکنیم نوری صاحب که این مسابقه رو برگزار کرد تشکر راوند پایانی مسابقه هم آغاز شد خوش برای هر دو موتایکار بازم تیوینگسون خیلی خطرناک های کیک زد بسیارتری بازم تیوینگسون تا دل خود اساس میده و حالا تحت از لانگ خطرناک کاردون باید میشه بین هر دو موتایکار تچیانگ همچنان تچیانگ من تلاش بگم تا با هم اصطلاحات تایلندی و هم اصطلاحات انگلیسی را برای شما ایتون کدا بشم ساکزت و سروشانه حریف جاید قریشی ساک یعنی آرانج یا ایلبو بازم بیشتر با دست فعالیت داره و مت میزنن یا مشک میزنن هر دو موتایکار پیشروی اصلی شیرعلی حیدری در حالت تهاجمی هست بازم تحت از لانگ یا لوکیک استفاده میشه لحظاتی هست که محتاطانه کار میکنه هر دو ورزشکار همچنان تشیان دفاع میشه کوچکترین لغزش میتونه کار دستی یک ورزشکار در چنین لحظات مهم بده و به همین خاطر ریسک نمی کنه هر دو موتایکار یک تعداد لانگ استفاده شد بازم کاو میزنه به صورت حریف جاوید قریشی
یک داون شد شیر علی حیدری، اما کار ادامه بیتر و وسطش خوب هست. بازم تچیان گرفته با صورت میگیره سیه حیدری. کار در شریان هست. بازم یک کتو پیش رایی پتت لانگ تپ ترونگ بعد خطرناک حالا تحتت لانگ استفاده می شود. بازم از هم دیگر جدا می شه هر دو موی تایکار. بعد خطرناک مترونک می زنه به سر صورت حریف خود شیر علی حیدری. همچنان تچ یانگ تحتت لانگ بشت چپ، حالا های کیک استفاده شد. تلاش هر دو ورزشکار در ثانیه های پایانی این مسابقه کمتر از 20 ثانیه تا با اتمام سرام ببینیم که چه کسی نظر به آره داوران برنده خواهد شد. ثانیه های پایانی هست. آخرین تلاش برای هرچرگاه ساک میزنه به سر حریف. آنجا خطرناک از یه جاوید قریشی کاره همچنان ادامه میده هر دو بچه و پایان مسابقه در طول سراند. خب سرانجام نشه باید دستی من رسید و نظر به آره داوران برنده مشخص شد. برنده موتایکار در کارنر آبی هست. جاوید قریشی کمربند قهرمانی از آن خود میگن جاوید قریشی از ولایت کابل متکاری که 16 سال سن داره. خیلی کوتاه با ورزشکار برنده صحبت میرشه چون جاوید قریشی تبریک باشد شده نبود مثلا خیلی باشی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چطور بود مثلا؟ والا خوب بود، خوب گذشت. آماده ای گرفته بودی به خاطر رقابت؟ بله. از این کمرمند میخوایی دفاع کنی و برنامه آیندی چی هست؟ چی هدف داری؟ دفاع میکنم و برنامه آیندی مسابقات پیش میکنم. بسیار تشکر، موفق باشی. سابقه بعدی هم تا دقایق بعد آغاز خواهد شد.